شب بخیر، به افق نو خوش آمدید. بیننده ی صدای آمریکا هستید و من پیامی یزدان در 24 دقیقه پیش رو میزبان شما هستم. در برنامه امروز به موضوع تعیین سرنوشت توافق اتمی با شفاف سازی بند تی برجام خواهیم پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا تنها 3 روز بعد از سخنرانی و اعلام عدم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به توافق هسته‌ای میگوید پایان دادن کامل به توافق هسته‌ای کاملا محتمل است. پرزیدنت ترامپ اخیراً با اعلام استراتژی جدید واشنگتن در برابر ایران و عدم پایبندی تهران به توافق اتمی گفت که این توافق نقایص زیادی دارد، اما صحبتی از خروج از آن توافق نکرد. این در حالی است که پیشتر یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز طرف‌های غربی توافق هسته‌ای با ایران را به شفاف‌سازی بخشی از توافق فراخواند که مربوط به فناوری‌های مورد استفاده در تولید بمب اتمی می‌شود. آقای آمانو خواستار شفاف شدن بخش‌های مورد مناقشه در توافق هسته‌ای ایران شد. در توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان به رغم اکثر بندها که در آن نقش نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به روشنی قید شده، در بخشی که از آن با عنوان بند تی یاد می‌شود، نامی از آژانس اتمی انرژی برده نشده است. یوکیو آمانو میگوید دست آژانس برای نظارت بر ماده تی یا بند تی در توافق هسته‌ای باز نیست. رئیس آژانس همچنین ابراز امیدواری کرده که مقام‌های زیربط بتوانند این موضوع را در گردهمایی که در توافق هسته‌ای برای بررسی این توافق در نظر گرفته شده به گفتگو بگذارند. ولی آیا ایران حاضر به پذیرش دوباره مذاکره بر سر برجام خواهد شد و آیا در میان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 اتفاق نظری در مورد بازنگری در مورد بند تی و اصلاح نقش نظارتی آژانس اتمی وجود دارد؟ این موضوع را با کارشناسان میهمان برنامه پیغام گرفت. لطفاً با ما باشید. بیننده برنامه زنده افق نو از صدای آمریکا هستید. کارشناسان میهمان این برنامه آقای منشا امیر، تحلیلگر حوزه خاورمیانه و مسائل ایران که از استودیوی لس آنجلس استودیوی صدای آمریکا با ما هستند، و خانم کلسی داونپورت، مدیر سیاستگذاری منع گسترش جنگ افزار هسته‌ای در انجمن کنترل جنگ افزار واشنگتن و عضو دوره‌ای شورای روابط خارجی آمریکا، که در برنامه امروز برخی از نقطه نظرات ایشون رو که قبلا ضبط شده پخش خواهیم کرد و این نظرات رو با کارشناس محترم برنامه آقای منشا امیر به بحث خواهیم گذاشت. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای منشا امیر. در ابتدای این برنامه بخشی از صحبت های خانم کلسی داونپورت رو میشنویم در توضیح این که اساساً بخش تی برجام که مربوط به فناوری های مورد استفاده در تولید بمب اتمی هست از چه اهمیتی میتونه برخوردار باشه. Section T is one of the most innovative and unique elements of the nuclear deal with Iran. بخش تی یکی از عناصر بی همتا و ابتکاری در توافق اتمی با ایران است. این بخش شامل مواردی مانند تحقیق و توسعه در خصوص چاشنی‌های انفجاری است که ایران از انجام آن منع شده است. در گذشته ایران ادعا می‌کرد این قبیل اقدامات با اهداف غیر نظامی و یا موارد مربوط به تسلیحات غیر اتمی انجام می‌شده است. اما حالا اگر ایران به هر یک از این اقدامات مبادرت کند، طبعاً از برجام تخطی کرده است. Well, Section T breaks new ground in monitoring and verification. بخش تی تحول بی سابقه ای در راستی آزمایی به وجود می آورد. ممکن است نحوه اجرای این بخش در آینده با مشکلات و ابهامات چندی روبرو شود. درخواست آقای آمانو از کمیسیون برجام برای اطلاعات بیشتر نیز با هدف اجرای مؤثرتر بخش تی و توافق طرفهای برجام در مورد معنی و مفهوم مندرجات آن بخش انجام شده است. آقای منشا امیر، این بند تی به گویا نگرانی هایی رو در مورد فعالیت های اتمی ایران به وجود آورده و این همون نکته ای هست که مقام های دولت پرزیدنت ترامپ و شخص ایشون مطرح میکنن. توضیح شما رو بشنویم. بله، ببینید، برای رسیدن به بمب هسته‌ای و سوار کردن اون
بر موشک دو مرحله بسیار اساسی و سرنوشت‌ساز وجود داره. یکی تولید فتیله‌های انفجاری هست که انفجار اول رو در داخل بمب ایجاد بکنه که باعث انفجار بعدی بشه که بمب رو به صورت گسترده ایجاد میکنه و اون انفجار و اون ویرانی و خرابی رو به وجود میاره. مسئله دوم این است که بمب باید انقدر کوچیک باشه که در کلاهک موشک قرار بگیره و قابل حمل باشه. در این دو مرحله است که راستی آزمایی حکومت اسلامی ایران مورد آزمون قرار میگیره و ما میدانیم که هم تلاش کردن فتیله انفجاری به وجود بیارن و هم تلاش کردن و میکنند که بمب رو انقدر کوچیک تولید بکنن که بتونن توی کلاهک موشک قرار بدن و اون رو به سوی هدف بفرستن. در واقع اون اصراری که آژانس بین المللی و دولت ایالات متحده و شخص پرزیدنت ترامپ در مورد بازرسی ها داشتن همین است که از پارچیم دیدن بکنن و اون تأسیسات داخلی رو مورد بازرسی قرار بدن و مطمئن بشن که این دو مرحله یعنی فتیله انفجاری و کوچک کردن بمب در پارچین عملی نمیشه. بله، در این قسمت بخشی از سخنان یوکی آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری رویترز رو میشنویم، با این تاکید که نقش نظارتی برای آژانس در بند تی، بند متمم اول برجام، اساسا در نظر گرفته نشده. به عنوان مثال ایران در بخش‌های دیگر متعهد شده که برنامه‌های خود را اعلام کند، فعالیت‌هایش را تحت نظارت درآورد یا به ما اطمینان دهد که به آنها دسترسی خواهیم داشت. اما در مورد بند تی برجام ما چنین تعهدی را نمی‌بینیم. حالا آقای ملش امیر، پرسش اینجاست با توجه به صحبتهایی که شما مطرح کردید در رابطه با اون موضوع چاشنی انفجاری، چرا به رغم اینکه پرونده ایران در آژانس در مورد آزمایش ماشه اتمی مطرح بود، در بند تی که ناظر بر فعالیت‌های مربوط به تولید بمب اتمی هست نقش نظارتی برای آژانس در نظر گرفته نشده؟ بله، این پرسش رو واقعا باید از آقای یوکی آمانو کرد و از پرزیدنت اوباما کرد که چرا اصرار نکردن. در واقع این روح اصلی توافق اتمی و برجام هست. چرا اصرار نکردن که یک چنین نظارتی و اجازه بازرسی داده بشه؟ و همین هست که خشم اسرائیل رو هم برانگیخت و یادمون هست که بنیامین نتانیاهو به کنگره آمریکا رفت و گفت که این قرارداد قرارداد بدی است و گفتند که تو فیکس ایت اور تو نیکس ایت، یا باید تعمیر و اصلاح و بکنن و تغییرش بدن و یا باطلش بکنن، و این دقیقا همون سیاستی است که پرزیدنت ترامپ الان در پیش گرفتن. بله، همین پرسش رو با خانم داونپورت مطرح کردیم که پاسخ ایشون رو میشنویم. البته خانم داونپورت معتقدن که در بند تی هم آژانس میتونه نقش نظارتی داشته باشه. میشنویم. Well, the IAEA is not specifically mentioned in section T. در بخش تی مشخصا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره نشده، اما در متن اصلی برجام به آن آژانس اختیارات گسترده‌ای اعطا شده است. قطعنامه شورای امنیت نیز که برجام را تایید کرد، بر وظایف و اختیارات آژانس در این خصوص تاکید کرده است. به عبارت دیگر، در مورد بخش تی هم مانند تمام موارد مربوط به برجام، آژانس می تواند وظایف نظارت و راستی آزمایی خود را انجام دهد. حالا آقای ملش امیر، با توجه به اینکه روز گذشته پرزیدنت ترامپ تاکید کرد که لغو کامل برجام یکی از گزینه‌های پیش رو خواهد بود و از کنگره آمریکا خواسته که نقایص برجام رو برطرف کنه، امروز آقای ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته که به زودی با همتای ایرانی خودش آقای عراقچی در مسکو دیدار خواهد داشت که این گفتگو بر بازنگری مورد درخواست واشنگتن تمرکز داره. قبل از اینکه پاسخ شما رو بشنویم، اجازه بدید نظر آقای یوکی آمانو رو بشنویم در مورد دیدگاه متفاوت روسیه در خصوص شفافسازی بند تی. بعد این پرسش رو با شما پی میگیریم. شفافسازی بیشتر کمک کننده است.
روسیه دیدگاه متفاوتی دارد. آنها معتقدند که این موضوع در حیطه اختیارات آژانس نیست. برخی دیگر از طرفهای درگیر هم دیدگاه متفاوتی دارند و گفتگوها در جریان است. بله آقای ملاشامی، همونطور که به هر حال شنیدیم گفته میشه که قدرت‌های جهانی از جمله روسیه مخالف درگیر شدن آژانس در موضوع راستی‌آزمایی سلاح‌های اتمی و خصوصاً ورودش به مقوله خلع سلاح اتمی هستند، چرا که مقررات آژانس فعالیت این نهاد رو به برنامه‌های صلح‌آمیز محدود می‌کنه. این موضوع رو آقای طارق رؤوف، رئیس بخش هماهنگی سیاست‌های راستی‌آزمایی و امنیت آژانس، در گفتگو با رادیو فردا مطرح کرده. نظر شما رو بدونیم. بله، من تصور میکنم که روسیه میتونه یه نقش کلیدی بازی بکنه در این جریان. ببینید، روسیه نفش در این است که با حکومت اسلامی ایران روابط بسیار دوستانه و همکاری‌های نزدیکی داشته باشه. در این حال روسیه به اروپا و بیشتر به ایالات متحده وابستگی داره که بتونه از فشار اونها بر روسیه بکاهد و در ضمن نشون بده که ما یه نوعی همکاری رو با ایالات متحده و اروپا داریم. و نفوذی که روسیه بر حکومت ایران داره، اگر به کار بیاندازه، احتیاج به هیچ مناقشه‌ای نیست. باید روسیه به حکومت ایران فشار بیاره که بشینن و دوباره درباره شفافسازی برجام به مذاکره بپردازن. مسئله در این است که حکومت ایران میگوید که ما به هیچ وجه چنین کاری رو نخواهیم کرد. اونها ناچار خواهند شد هنگامی که دوباره اقتصادشون به شدت بحران گذشته برسه و ناچار باشند که این فشار بین المللی رو بپذیرن. روسیه و چین میتونن حکومت ایران رو متقاعد بکنن بدون هیچ گونه درگیری دیپلماتیک یا نظامی در منطقه. بله. نظر خانم داونپورت رو هم در این رابطه جویا شده. میشون معتقدن که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از ابزار لازم برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های اتمی صلح‌آمیز ایران برخوردار باشه. Well, the IAEA closed its case looking into the past military dimensions of Iran's nuclear program. آژانس به بررسی بخش نظامی برنامه اتمی ایران در قبل پایان داده که به دلیل پاسخ دادن ایران به نگرانی‌های آژانس در این خصوص بود. و آژانس نیز در دسامبر سال 2015 گزارشی در این خصوص منتشر کرده است. اما آژانس بین‌المللی موظف است در مورد مسالمت آمیز بودن تمام اقدامات در برنامه اتمی ایران و عدم استفاده از مواد اتمی با اهداف نظامی در آن اطمینان حاصل کند. در این چارچوب، آژانس ممکن است در آینده به موارد احتمالی استفاده نظامی ایران از برنامه اتمی‌اش رسیدگی کند. In order to provide greater assurance that there has been no diversion of nuclear material for military purposes. صحبت از راستی‌آزمایی شد آقای ملاشامی. حدود 11 روز پیش خانم نیکی‌هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اینکه برخی کشورها می‌خواهند از ایران در مقابل بازرسی‌های بیشتر محافظت کنند، هشدار داده که به هر حال بدون چنین بازرسی‌هایی توافق هسته‌ای با ایران وعده پوچ و توخالی است. حالا با توجه به اینکه شما به موضوع روسیه اشاره کردید، به نظر شما روسیه چه ملاحظاتی داره برای اینکه پای آژانس رو به مقوله خلع سلاح اتمی نکشونه؟ من با صداقت کامل باید خدمت شما عرض بکنم که نفع روسیه در این است که بحران‌های بین المللی و منطقه‌ای ادامه پیدا بکنه، بحران اتمی ادامه پیدا بکنه، جنگ در سوریه، عراق، یمن و جاهای دیگه ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه فقط از طریق سوء استفاده از بحران‌ها و فرافکنی در منطقه و تضعیف ایالات متحده و تضعیف موقعیت اروپا است که روسیه میتونه منافع منطقه‌ای و جهانی خودش رو پیش ببره. بنابراین همیشه روسیه یک مقداری با دولت‌های غربی و به ویژه ایالات متحده همکاری میکنه و در همون حال به همکاری‌هاش با حکومت ایران ادامه میده و نمیخواهد که مسئله اتمی به شیوهی حل بشه که تمام بشه و این بحران به طور کامل از بین بره. این مشکل بزرگی است که در مورد روسیه هست. تصور میکنم که دولت پرزیدنت ترامپ و سیاست خارجی ایالات متحده است
که باید یک راهکارهایی رو بیابد که در عین حال که جذب میکنه همکاری روسیه رو، مطمئن باشه که این همکاری نیمه راه نخواهد بود و تا پایان ادامه خواهد داشت و از طریق روسیه و امکانات دیگر مثل تحریم های بین المللی میتوان حکومت ایران رو به راه راست کشید. این بهترین راه است. پاسخ به خانم داونپورت رو بشنویم به همین پرسش. خانم داونپورت معتقده که دلیل مخالفت روسیه با اعطای اختیارات بیشتر به آژانس ارتباطی به فعالیت اتمی ایران نداره. Russia has been very clear from the beginning that Moscow is concerned that some of the unique monitoring. روس‌ها از ابتدا گفته بودند از این نگرانند که برخی از راستی‌آزمایی‌های آژانس در مورد استفاده احتمالی ایران از برنامه اتمی برای اهداف نظامی موسوم به PMD در آینده به صورت سابقه جدید برای نظارت‌های مشابه درآید. در واقع روس‌ها با افزایش اختیارات آژانس در این خصوص مخالفند، زیرا ممکن است در مواردی همین سابقه در مورد میزان دسترسی بازرسان آژانس به موارد نظامی شامل خود روسیه نیز بشود. حالا آقای منشاه امیر، آیا به نظر شما اینکه گفته میشه شفاف سازی در مورد بند تی برجام صورت بگیره به منزله این هست که باید بخشایی از توافق برجام تغییر کنه و یا مجدد به مذاکره گذاشته بشه که با واکنش هایی همراه شده، آیا این موضوع هست یا اینکه احتمالاً به نظر شما میتونه کمیسیون مشترک برجام به این ابهامات رسیدگی بکنه و موضوع تغییر و یا مذاکره مجدد اصلا میتونه مطرح نباشه؟ ببینید، من تصور میکنم که حکومت ایران در هیچ شرایطی حاضر به باز کردن برجام و تجدید نظر در اون نخواهد بود، چون خوب میدانه که نقاط ضعف برجام چه چیزهایی هست و در واقع این نقاط ضعف نقاط قوت حکومت اسلامی ایرانه که یک نرمش موقت کرده که بتونه از وضع اقتصادی و بحرانی که در حال حاضر به اون مبتلا هست خارج بشه، اقتصاد خودش رو تقویت بکنه و در پایان برجام، یعنی تا 8 سال دیگه یا تا 10 سال دیگه، در برخی موارد تا 15 سال دیگه، برنامه های اتمی و موشکی خودش رو با قوت تمام ادامه بده. تصور میکنم که در حال حاضر دو وظیفه مهم در برابر دولت پرزیدنت ترامپ و سیاست خارجی ایالات متحده قرار داره. یکی بازگشایی برجام و اصلاح برخی از مواد اون هست که دنیا مطمئن بشه که حکومت ایران هرگز به دنبال بمب هسته‌ای نخواهد رفت، و دوم پایان بخشیدن به برنامه‌های موشکی حکومت اسلامی ایران. من تصور می‌کنم که کره شمالی یک تجربه بسیار تلخ و مهم و یک هشدار بزرگ است به ایالات متحده و به تمام کشورهای جهان که اگر توافق اتمی کامل نباشه و مطمئن نباشه، بالاخره حکومت سر دنیا کلاه خواهد گذاشت. من تصور میکنم بحرانی که بنبستی که امروز در مورد رویارویی با بمب هسته‌ای کره شمالی به وجود اومده موجب میشه که ایالات متحده فشارهای بسیار بیشتری رو بر حکومت ایران بر سر برجام وارد بیاره. در واقع الان حکومت ایران تنها تره تا پیش از بروز بحران هسته‌ای با کره شمالی. بله، این پرسش، البته تو صحبتاتون به نرمش موقتی اشاره کردید، اما این نرمش قهرمانانه ما این روزها شنیدیم که به هر حال برنامه اتمی ایران توسط آقای خامنه‌ای تصمیم دیگری براش گرفته شد. حالا این پرسش ما رو به بخش فیسبوک و سوال محوری برنامه امشب میرسونه که با کاربران فیسبوک برنامه افق مطرح کردیم. از بینندگان پرسیدیم آیا بدون شفاف سازی بند تی برجام امکان راستی آزمایی فعالیت های اتمی ایران از سوی آژانس انرژی اتمی به عنوان عالی ترین نهاد رسیدگی به فعالیت اتمی کشورها وجود دارد؟ بسیاری پاسخ خیر دادید به این پرسش، حدود 64% و بله 62% بله و 38% پاسخ آری. آقای ملاشا، همونطور که به هر حال میدونیم بعد از اعلام استراتژی جدید پرزیدنت ترامپ در قبال ایران و عدم پایبندی به توافق برجام،
کنگره آمریکا فرصتی 60 روزه داره برای اعلام نظر در مورد احتمال بازگشت تحریم‌های ایران و بخشی از این روند هم به اقدامات دو سناتور جمهوری‌خواه یعنی باب کورکر و تام کاتن استوار هست. اونها همطور که می‌دونیم قرار هست در دو هفته آینده پیشنویس قانونی رو ارائه کنن که با حفظ برجام برخی معایب اون از جمله پایان گرفتن محدودیت‌های زمانی پیش بینی شده در برجام موسوم به غروب اصلاح بشه و بنا به گزارش‌ها اصلا روشن نیست که رئیس جمهوری آمریکا یا بتونه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان رو حول طرح کورکر کاتن که تاکنون طرحی تک حزبی هم هست گرد هم بیاره. ارزیابی شما رو بدونیم در مورد این سرنوشت برجام در کنگره آمریکا و اینکه این اقدامات احتمالاً با چه واکنشی از سوی دیگر قدرت‌های جهانی که طرف مذاکره توافق اتمی بودن مواجه خواهد شد، چون شما در صحبتاتون عنوان کردین که ایران تنها تر از همیشه شده با توافق اتمی که حتی به وجود اومده با قدرت‌های جهانی. من خرسندم که پرزیدنت ترامپ در عین تعیین سیاست قاطعانه خودش اون رو نهایی نکرد و نهایی کردنش رو به عهده کنگره انداخت، با این معنی که دو ماه وقت هست برای تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تماس بین قدرت‌های جهانی و ایالات متحده و حکومت ایران که بسنجن، حکومت ایران بداند که درسته که اقتصادش یک کمکی بهبود پیدا کرده ولی اگر تحریم‌ها دوباره به جریان بیفته حکومت ایران در وضع اقتصادی بسیار بدتری قرار خواهد گرفت. یعنی خامنه‌ای باید درک بکنه که همان نرمش قهرمانانه‌ای که به قول خودش نشون داد برای آغاز مذاکرات برجام تردیدی نیست که باید و وظیفه داره و ناچار خواهد بود که دوباره به پشت میز مذاکرات بازگرده، برجام رو باید بگشایند و نقاط ضعفش رو اصلاح بکنند. دنیا امنیت میخواد، ایالات متحده منافع خودش رو جستجو میکنه، اسرائیل بسیار نگران، عربستان سعودی و امیرنشین‌های منطقه به شدت نگران هستند و تا هنگامی که این موضوع حل نشه و همونطور که شما هم گفتید امروز حکومت ایران منزوی تره، مسئله حل نخواهد شد. این رو حکومت ایران باید درک بکنه و به خواسته های بین المللی سر تسلیم فرود بیاد. بله، البته من از قول شما گفتم، پرسشی رو مطرح کردم که شما معتقدید که ایران منزوی تر شده. حالا در پایان همطور که صحبت هم شد باید گفت که توافق اتمی برجام در کنگره آمریکا هم موافقان و مخالفانی داره و برخی از اعضای بلندپایه مجلس نمایندگان و سنا از حزب جمهوری‌خواه از سخنان پرزیدنت ترامپ حمایت کردند که میشه از سناتور میچ مکانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، و جان مککین، مارکو روبیو، تام کاتن و تد کروز نام برد. از سوی دیگه برخی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان و سنا هم از توافق برجام حمایت کردند و اخیرا خانم فاینستاین سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته اطلاعاتی سنا گفته که تصمیم رئیس جمهور برای عدم تایید پایبندی به توافق هسته‌ای بی‌پروا و غیر مسئولانه است. ممنون از شما آقای مرشد امیر، شبتان خوش.